پیگیری کیفیت ارائه خدمات در چند مرکز زیرساختی خدمترسانی که روزانه مخاطبان بسیار دارد. ابتدا آژانس‌های مسافرتی. تمام سایت‌ها از لحاظ پروازی، هتلی همشون باز هستش. رزرو پرواز به همین راحتی وقتی که ما می‌زنیم روی سیستم، سایت‌ها میادش بالا و دسترسی‌ها کامل هست. ما هیچ مشکلی نداریم. به راحتی سایت رجا باز میشه و خریدشون انجام میدن. بعد هم سراغ بانک‌ها رفتیم. چه کار بانکی داشتید؟ من اومدم سفته بگیرم. همین. با یه ساتنا داشتم. مشکلی بود یا به روال عادی انجام شد؟ نه، روال عادی انجام شد. هیچ مشکلی نبود. پول برداشت کردن. مشکلی بود؟ خیر. اصلا مشکل. روال همیشه. همیشه بله. شبکه بانکیمون مشکلی نداره، وصله. در نمایندگی‌های بیمه هم امور در حال انجام است. قطعی یا معطلی به خاطر قطعی اینترنت داشتین؟ حالا ما نداشتیم. نه، معطلی برای اینترنت از اینجا برای ما نبوده. از واحد شبکه‌های داخلی بله بیمه ها وصلن. بیش از 3000 واحد فروش نمایندگی و 100 شعبه از سراسر کشور که همشون با همین شبکه ملی اطلاعات دارن کار میکنن، کار عربوزی رو انجام میدن. خدا رو شکر ما اختلالی نداشتیم، سیستم هم کند نیست، کار مردم داره درست انجام میشه. اینجا هم به مرکز مخابراتی اومدیم ببینیم که کارها چطور پیش میره. چه کاری میخوان انجام میدن؟ برای خط ایوان درخواست دادیم. مشکلی هسته؟ دارن انجام میدن. داره انجام میشه؟ بله بله. سیستم مشکلی نداره؟ نه، مشکلی نداره. نه. تغییر نام شماره شرکته که خریداری شده دارم اینجا انجام میدم. مشکلی بوده؟ خیر نه. خیلی راحت کارامون انجام میشه، سیستمون همش قطعی نداره. مدیر کل ارتباطات شرکت مخابرات هم میگوید هیچ اختلالی در ارائه خدمات مخابراتی وجود ندارد. هر سرویسی که مشتریان ما نیاز داشته باشند، هم از قطع و وصل، ثبت نام و ارائه خدمات به صورت فراگیر در حال انجام است. و اینجا در دفاتر پیشخان و پلیس به اضافه 10. برای انجام چه کاری اومدین پیشخان؟ فرم بهداشت. کار داره انجام میشه؟ بله. برای تعویض شناسنامه. کار داره انجام میشه؟ بله بله. تمام خدماتی رو که بهمون واگذار شده رو داریم کارش انجام میدیم. حالا شبکه ملی اطلاعات که بارها از حملات مختلف و سنگین سایبری به سلامت عبور کرده، تحت محکی مهم قرار گرفته. این بار با حجم گسترده تر از همیشه. ما حتی باید به اون روز فکر کنیم که به هر صورت دشمنان ما بخوان اینترنت رو به روی ما ببندن. بله، قطعا باید این آمادگی رو داشته باشیم که با استقلال و بدون وابستگی به شبکه‌های خارجی و اینترنت بین الملل خدمات رو به مردم ارائه بدیم. شبکه‌ای که بدون شک گسترش آن به معنای گسترش شبکه خدمات رسانی و البته دولت الکترونیک است. برصد آنچه در مراجعه به مراکز خدمات رسانی مختلف شاید هستیم اینه که به سر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات گوناگون فراهم هست و مشکلی در این راه وجود نداره. فرزاد آذری، بقا خبرگزاری، صدا و سیما.